سلام به شما، به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران زمین که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، در ساعت پیش رو همراه شما عزیزان خواهم بود و بررسی خواهیم کرد همراه با میهمانان برنامه آخرین رویدادها، مهمترین رویدادها در عرصه داخلی ایران و آنچه را که در عرصه جهانی و نیز پیشتر از آن در عرصه منطقه‌ای در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد. آنچه که در ژنو روی داد، توافق اتمی میان جمهوری اسلامی و طرف‌های دیگر، همچنان مورد بحث محافل سیاسی در داخل ایران و خارج از ایران است. آیا آنگونه که دولت آقای حسن روحانی وانمود می کند به خواسته های خود در مذاکرات ژنو در مسیر مصالح ملی مردم ایران دست یافته است، یا آنگونه که منتقدان دولت او می گویند توافق اتمی ژنو یک ترکمنچای دیگر است؟ در نیمه اول برنامه با من و شما خواهند بود آقای دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس امور بین الملل، کارشناس نفت و کارشناس اقتصاد و نیز تحلیلگر سیاسی در انگلستان. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. دکتر رضا تقی‌زاده نیاز به معرفی بیشتری جز بردن نامشان و دیدن چهرهشان ندارد، بنابراین وقت ما کوتاه، بیوگرافی و شرح فعالیت‌های نوشتاری و گفتاری ایشون بسیار زیاد، طولانی‌تر از برنامه ما. به اتفاق شما به آقای دکتر رضا تقی‌زاده خوش آمد. سلام. سلام به شما آقای چالنگی، سلام به بینندگان شما در ایران و بقیه نقاط دنیا. آقای تقی‌زاده، آنچه را که در عرصه اتمی ایران میگذره و آنچه را که در ژنو گذشت، بینندگان ما در جریان هستند، شما قطعا به دقت تعقیب کردید. حاصل آنچه که در ژنو به دست اومد به سود مردم ایران هست اونطور که دولت روحانی وانمود میکنه، یا خیر، هدر دادن سرمایه های ایران در مورد برنامه اتمی و سرانجام هیچ؟ آقای چالنگی، برنامه گذشته‌ای که در طول 8 سال دولت آقای احمدی نژاد پیگیری می‌شد، طبیعتاً در جهت خلاف منافع ملی ایران بود، در جهت خلاف مصالح مردم بود، و طبیعتاً وقتی ما تغییر جهت می‌بینیم و تغییر وضعیت می‌بینیم و به نوعی عقب نشینی می‌بینیم از برنامه‌های 8 سال گذشته، باید به این نتیجه منطقی و ساده برسیم که این تغییر جهت باید به مصلحت مردم ایران باشه، البته مصلحتی که بعد از تحمل 8 سال زیانهای اقتصادی و فشارهای سیاسی حالا به دست میاد. قدمی است که برداشته شده، طبیعتاً بایستی از اون استقبال کرد، تا اونجایی که امکان پذیره بایستی از اون پشتیبانی کرد، اون رو بایستی که به نیت خیر گرفت. ولی در این حال وقتی میپذیریم که ساعت اتمی ایران 8 سال به عقب برگشته، حداقل حق این است که بپرسیم زیانهایی که در طول 8 سال گذشته مردم و مملکت متحمل شدن در نتیجه پیگیری برنامه‌های 8 سال گذشته، حالا چه کسی، چه ساختاری پاسخگوی او خواهد بود؟ آیا این دولت احمدی نژاد که باید پاسخگوی زیانهایی باشه که اسرائیل به تنهایی اون رو برای 2 سال گذشته در حدود 170 میلیارد دلار ارزیابی میکنه، یا آمریکایی‌ها به صراحت میگن ادامه وضع موجود در 6 ماه آینده 45 میلیارد دلار زیان به اقتصاد ایران از راه حفظ وضع تحریم‌های کنونی علیه نفت ایران تحمیل خواهد کرد؟ یعنی ما 170 میلیارد در طول 2 سال گذشته زیان دیدیم،
و در طول 6 ماه آینده به علت برجا بودن قسمت اعظم تحریم ها همچنان 45 میلیارد دیگه زیان رو تحمل خواهیم کرد، ولی با برگشتن این ساعت اتمی به 8 سال گذشته بایستی انتظار داشت در 1 سال آینده حداقل زیان ها به ایران تحمیل بشه یا این زیان ها به حداقل ممکن کاهش پیدا بکنه. خلاصه پاسخ این است که بله، این قدم قدمی است در جهت مصالح مردم. اما چرا این موضوع به این شکل در مده که در تهران سخنانی گفته شده در مورد حق غنی سازی که در نتیجه واکنشایی در واشنگتن داشته؟ آقای جانکری بلافاصله گفته خیر، اون چیزی که در تهران گفته میشه تدمیان به این موضوع اشاره کرده، درست نیست، چون حق غنی سازی رو از 3.5 تا 5% در تاریخ‌های معینی به رسمیت شناخته شده در توافقنامه ژنو، اما در ایران چنین وانمود شده که نخیر، هیچ چیز رو ما از دست ندادیم، حتی تا 20% هم میشه غنی سازی رو ادامه داد، کمان که آقای ظریف اشاره کرده که اصلا احتیاج به پذیرش نداره یا موافقت کسی نداره، ما کار خودمون میکنیم. ببینید موضوع اینه که این باعث شده که در خود واشنگتن هم منتقدان این توافق دست بازتری پیدا کنند و الان از آقای جانکری توضیح خواستن که واقعیت امر چیه. اگر گامی در ایران در جهت مسائل ملی برداشته شده، چرا به روشنی توضیح داده نمیشه که یک عقب نشینی بوده که به صلاح مردم ایران بوده؟ حق با شماست. یه علت این است که دو طرف بعد از یک فاصله 34 ساله قصد نزدیک شدن به همدیگر رو داشتن. در این نزدیکی ترجیح دادن در ابتدا پیش از آشکار کردن موضوع مذاکرات و بخصوص قبل از آشکار کردن موضوع توافق، این ماجرا رو پنهان نگه دارن. البته این پنهانکاری به صورت دقیق انجام نشد تا روزهای پایانی و حتی ساعتهای پایانی این مذاکرات اطلاعات زیادی در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت و مفاد توافق بیش و کم روشن بود. ولی این پنهانکاری با توجه به نظام سیاسی حاکم بر ایران در ایران خیلی زیادتر بود تا اونچه که نزد آمریکایی‌ها دیده می‌شد. آمریکایی‌ها مشکل کمتری داشتن برای فروختن این ماجرا به متحدینشون و همینطور فروختن این ماجرا به کنگره، به خصوص جمهوری‌خواهان کنگره. ولی جمهوری اسلامی با سپاه پاسداران، با اصولگرایان و با کسانی که در طول حتی روزهای گذشته تلاش می‌کردند مانع از به نتیجه رسیدن این مذاکرات بشن، طبیعتاً دولت مشکل جدی‌تری داشت. شما حتما خوب به خاطر دارید آقای چارلنگی، 1 هفته قبل از به نتیجه رسیدن این توافق ابتدایی طرحی در مجلس مطرح شد با 3 فوریت که در اون 21 ماده گنجونده شده بود که تمام اجزای 20 یا 20 ماده این طرح 3 فوریتی که به مجلس رفته بود و بعداً کاملا مسکوت گذاشته شد، در تقابل کامل با مفاد توافقنامه 4 صفحه‌ای بود که حالا منتشر شده. اینکه آیا ایران واقعا در این مورد سخنانی به حقیقت نزدیکتر میگه یا دولت آمریکا، این رو سندی که منتشر شده میتونه به عنوان قاضی داوری بکنه. مطابق اون سند طبیعتاً ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد داشتن حق غنی‌سازی 20%، در مورد حفظ اونچه که به عنوان حقوق اتمی ایران ازش یاد میشه، تقریبا عملا خلاف گفته های مسئولین ایرانی است و این گرایش به سمت ادعاهای دولت آمریکا تا حدود زیادی مستندتر، نزدیکتر به اون ادعا که آمریکایی ها مطرح میکنن. آقای تغذیه، این پرسش برای خیلی مطرح است که خیلی خوب، الان این توافق انجام شد، تحریم ها بخشیش گام به گام لغو میشه. پیش از اینکه بپرسیم چه پیامد مثبتی برای تولید و صادرات نفت ایران داره، یک پرسش پیشتر اینه که این تحریم ها چه لطمه ای به صنعت نفت ایران زده؟ لطمه ای که علیه صنایع نفت ایران و حتی گاز ایران که از اون یادی نمیشه وارد شده، لطماتی است که شاید در سالهای حتی بعد از لغو تحریم ها همچنان اقتصاد ایران مجبور به تحمل اون باشه. در طول 8 سال گذشته مطابق اعتراف مسئولین دولت کنونی، 1 متر مکعب به حجم تولیدات گاز ایران اضافه نشده، حالون که ایران بزرگترین ذخیره گاز دنیا رو داراست
و صادرات بالقوه گاز ایران ضمن تبدیل کردن ایران به یک شریک انرژی برای جامعه اروپا میتونست درآمدهای ارزی بیش از درآمدهای صادرات نفت در روزهای خوبش، یعنی دو سال پیش که ظرفیت تولید 4.2 میلیون بشکه در روز و صادرات بالاتر از 2 میلیون بشکه در روز بود برسونه. ولی همونطور که عرض کردم این تولیدات در نتیجه اعمال تحریم ها به خصوص تحریم های آمریکا به صفر رسیده. ایران قادر نشده تا 1 متر مکعب ظرفیت تولید گازش اضافه بکنه و در مورد نفت بازار اروپایی رو به طور مطلق از دست داده و همینطور بازار آسیایی صادرات عملا به نصف تقلیل پیدا کرده. در بازار نفت ایران رقبای جدی و پابراهی وجود دارند که عراق در رأس اونها هست با برنامه جاه‌طلبانه افزایش تولید ملی و همینطور آسیای مرکزی، روسا و حتی عربستان سعودی. اینها بازارهای ایران رو تا همین حالا اشغال کردند و در زمانی که تحریم ها علیه ایران لغو میشه برای برگشتن به این بازار و رقابت با کسانی که بضاعت بهتری برای حضور در این بازار دارن ایران مشکلات بسیار جدی خواهد داشت. یعنی رسیدن به تولید 4.2 میلیون بشکه در نفت که نیاز به سرمایه گذاری عظیم داره یک نکته است، به دست آوردن بازارهای صادراتی نفت مشکلی خواهد بود به مراتب جدی‌تر. ببینید صحبت بازسازی اعتماد بین طرفین بارها مطرح شده، قطر و ایران، ایران جامعه جهانی، از هر دو طرف گفتن ما به هم بی‌اعتمادیم، به خصوص تهران و واشنگتن. این بازسازی اعتماد الان در چه مرحله‌ای هست؟ آیا در مرحله‌ای از پیمان ژنو یا توافق ژنو که اثر بلا فاصله برای جذب سرمایه های خارجی در ایران داشته باشه یا خیر؟ به هیچ وجه های چارلنگ این نمیتونه اثر فوری بر وضعیت امنیت سرمایه گذاری در ایران بگذاره و سرمایه گذاران خارجی رو اهم از شرکت های نفتی یا غیر نفتی به بازار ایران دوباره جلب بکنه. پیش از اعمال تحریم های یک جانبه که در طول 2 سال گذشته تصویب شده و به موقع اجرا گذاشته شده خروج شرکت های نفتی از ایران آغاز شده بود. حتی در آخرین مرحله پیش از به روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد شما به خاطر دارید ایران یک قرارداد بسیار بزرگ نفتی با دولت ژاپن منعقد کرد که به موجب اون ژاپنی ها به ایران 2 میلیارد دلار هزینه اختصاص پیدا کردن این طرح رو پرداخت کردند. ولی ژاپنی ها هم به علت از بین رفتن امنیت سرمایه گذاری خارج در ایران عطای این طرح رو به لغاش بخشیدن و ایران رو ترک کردن و به دنبال ترک ژاپنی ها تدریجا شرکت های بزرگ نفتی اروپا ایران رو ترک کردن و شل به دنبال استاتول و استاتول به دنبال شرکت توتال، دیگه در ایران طرحی برای اجرا در دست ندارن و برگشتن اینها با توجه به جاذبه هایی که کشور همسایه ایران یعنی عراق برای اونها فراهم میکنه بسیار دشوار خواهد بود. ضمن اینکه جدال های گروه های سیاسی داخلی وضعیت ناامن اقتصادی رو در آینده قابل پیش بینی همچنان حفظ خواهند کرد، چرا که وضعیت بی ثبات اقتصادی ایران متأثر از وضعیت بی ثبات سیاسی ایران هست. من به نظرم نمیرسه که حتی نزدیکتر شدن ایران به جامعه اروپایی و غربی ها کمکی بکنه به بهبود یک شبه وضعیت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های خارجی. چرا بی ثباتی سیاسی در ایران در حالی که جمهوری اسلامی تأکید داره و ثبات لازم برخوردار هست و یک الگو هست به گفته بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی برای دموکراسی در منطقه؟ شما با این فرضیه آشنا هستید که تداوم در حکومت نارضایتی درست میکنه و میل به تغییر یک طبیعت در تمام جوامعی که ما امروز در دنیا میشناسیم. این میل به تغییر حتی در دموکراسی ها هم وجود دارد، یعنی بعد از 8 سال اگر یک دولتی سر کار بود دیگه سقوط اون دولت در سال بعد یا 2 سال بعد از اون سقوط آزاده، مخالفین با اکثریت خیلی زیاد روی کار میان. یک دولتی دارین در ایران که 34 ساله که حاکمه
در طول این 34 سال نارضایتی های بسیار زیادی در مملکت درست شده، تنگناهای بسیاری برای مردم فراهم شده، دولت به عنوان قیم مردم در حتی جزئی ترین بخش های زندگی مردم مداخله میکنه. طبیعتاً چنین حاکمیتی نمیتونه علاقه مردم رو به تداوم خودش حفظ بکنه. بنابراین میل به تغییر در درون جامعه ایران بعد از 34 سال یک میل قوی و جدی است. ما این میل رو در اولین فرصتی که مردم براشون فراهم بود در سال 88 شاهد بودیم و دیدیم که میلیون ها نفر به خیابون ها ریختن، نه تنها در تهران، در تمام شهرهای بزرگ، و این رغبت و قصد به تغییر رو به نمایش گذاشتن. طبیعی است که با وجود این گروه ناراضی و مخالف، جامعه سیاسی ایران جامعه باثباتی نمیتونه تلقی بشه، ضمن اینکه به هر حال حاکمیت ایران حاکمیت دموکراتیک نیست. این یکی از عوامل بی‌ثباتی اقتصادی ایران ناشی از بی‌ثباتی بالقوه سیاسی جامعه است. در تهران و یا دست کم هواداران شرایط کنونی در ایران، در جمله حکومت ایران هست، در خارج از ایران این فرض یا نظریه یا پچه که هست رو مطرح میکنن که داشتن ارتباط بین تهران، بهتر شدن، تنش زدایی هر چه که هست، از بین رفتن این بحران بین تهران و واشنگتن عامل موثری خواهد بود در ثبات سیاسی، در ماندگاری حکومتی که در ایران هست. این نظریه خب برخلاف اونچه هست که شما اشاره کردید. این رو چطور؟ این یک نظریه است آقای چارلنگی که میگن اگر مناسبات با خارج عادی باشه طبیعتاً عمر حکومت طولانی تر میشه. اونچه که اپوزیسیون یا مخالفین رژیم میگفتن که ما در نبودن جمهوری اسلامی میتونیم به غرب و آمریکا پیشنهاد بکنیم، جمهوری اسلامی خودش این کارو میکنه، بنابراین دو رو از مخالفین خودش میگیره. این یک فرضیه است. ولی فرضیه دیگه این است که در طول 8 سال گذشته گروه‌هایی در ایران، گرایش‌هایی در ایران وجود داشتند که مداخله آمریکا را حتی در شکل نظامی هم ازش استقبال می‌کردند. حالا شکل نظامی استقبال از مداخله آمریکا با توجه به الگوهایی که در خاورمیانه به خصوص بعد از شکل گرفتن بهار عربی دیده شده، کشتارها و تخریبی که در لیبی صورت گرفت، تخریب و کشتاری که حالا در سوریه شاهد اون هستیم، مردم را از گزینه مداخله نظامی به حد فراوانی دورتر کرده. ولی همچنان به آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ گروه‌هایی در داخل فکر می‌کنن و چشم دارن، میگن حالا اگر که آمریکا رو با سلاح در داخل کشور خودمون نمی‌خوایم، آمریکا رو با سلاح دیپلماتیکش می‌خوایم و اگر اونها بیان شاید بتونن تغییرات در درون رو مثلا با الگوی شبیه اون چیزی که در مصر اتفاق افتاد در ایران شاهد باشن. این نگرانی رو سپاه پاسداران، منابع امنیتی و اصولگرایان و کسانی که طرز فکر شبیه روزنامه کیهان دارن، اونها همین الگو رو با نگرانی ازش یاد میکنن. اساسا نوعی طرزنده این پرسش مطرح هست که با توجه به روابط بسیار دوستانه نظام پیشین ایران، نظام پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی و واشنگتن، و همینطور روابط بسیار دوستانه حسنی مبارک، نظام حسنی مبارک و واشنگتن و سرنوشت این دو نظام، اساسا این پرسش مطرح است که دوستی با واشنگتن و یا داشتن سلاح هسته‌ای هر دو با هم میتونه ضامن بقای یک حکومت باشه یا نه؟ به هیچ وجه. تحولات داخلی ایران را آقای چارلنگی مردم ایران رقم میزنن. البته امکان هست که طرحهایی به ایجاد هیجان در یک جامعه، حرکت دادن جامعه به سمت خاص مؤثر واقع بشه، ولی این تحولات زیر پوست شهرهای یک کشوره که میتونه یک جنبش اجتماعی و بعد به دنبال جنبش اجتماعی و تحول اجتماعی یک جنبش سیاسی رو شکل بده. بمب اتمی نمیتونه و هرگز قادر نخواهد بود برای مردم آینده اقتصادی بهتر یا برای رژیم ثبات و تداوم بیشتر ایجاد بکنه. به همین نسبت دوستی جمهوری اسلامی یا نزدیکی و سنخیت اون با آمریکا هم نمیتونه باعث تداوم عمر بیشتر برای جمهوری اسلامی باشه. تحولات ایران رو مردم ایران رقم میزنن و بخشی از این تحولات ساکته
ترک‌هایی در بدنه حاکمیت و نظام جامعه شکل می‌گیره. پیوند خوردن این حرکت، این ترک‌های مویی است که در یک زمان غیرقابل پیش‌بینی یک جنبش اجتماعی و یک جنبش سیاسی رو می‌تونه شکل بده و اینها مطلقاً بی ارتباط با ملاحظات سیاسی، داشتن بمب اتمی و نزدیکی دیپلماتیک با آمریکاست. مذاکرات محرمانه‌ای که آقای دکتر طرح‌زاده اشاره کردن بخشی از اونها اخباری که در واشنگتن منتشر شده در عمان صورت گرفته، پادشاهی عمان در سال 2011 که اون موقع آقای جان کری در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بود. این چیزی که در آمریکا منتشر شده خبری این هستش که در این مذاکرات آقای جان کری هم شرکت داشته. مذاکرات محرمانه آقای طرح‌زاده خواهند گفت. واقعا مذاکرات محرمانه به خودی خود چه اهمیتی داره؟ چون وقتی میگم مذاکرات محرمانه انگاری کاملا در موارد مختلف و اختلافی که هست توافق حاصل شده، یا خیر چون این نیست. نه، این شکل توطئه آقای چارلنگی نداره. یک رفتار پذیرفته شده در دنیای سیاسی است، در مناسبات دیپلماتیک. این مناسبات رو دولت آقای احمدی نژاد هم داشته. معاون یا دست راست آقای احمدی نژاد که زمانی منصب مدیر کلی در وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو داشت، آقای هاشمی ثمره، مسئولیت ارتباطات خارجی و مذاکرات موازی دیپلماتیک رو در دولت احمدی نژاد به عهده داشت و این مذاکرات بعد از تغییر دولت و بروی کار آمدن یک دولت میانه روی عملگرا یعنی دولت روحانی طبیعتاً جاذبه های بیشتری در آمریکا ایجاد کرد. درسته که این ارتباطات در زمان دولت آقای احمدی نژاد هم وجود داشته، ولی با تغییر طبیعت طبیعتاً آمریکایی‌ها دیدن که محیط مناسب‌تر است. بنابراین یکی از دیپلمات‌های بسیار با تجربه آمریکا که حالا ردیف دوم رو در سلسله مراتب وزارت خارجه آمریکا داره، آقای ویلیام برنز، این مذاکرات رو مطابق اسنادی که منتشر شده هدایت کرد و از 3 ماه پیش این ملاقات‌ها در کشورهای مختلف من جمله اون چیزی که شما به درستی ازش یاد کردی در عمان توسط یکی از آمریکایی‌های هندی تبار دنبال شد و معاون امنیتی معاون رئیس جمهور آمریکا هم شخص سومی بود که در این مذاکرات بود و هر سه این شخصیت‌ها با اینکه در تیم مذاکره کننده اتمی ایران در ژنو حاضر نبودند، در محل یعنی در ژنو حاضر بودند و از پشت صحنه مذاکرات رو پیگیری می‌کردند و اگر نه هدایت حداقل در جهت رفع مشکلات اون بودند. اینا رو میگن دیپلماسی خط موازی یا دیپلماسی بک چنل یا از در انتهایی در عقبی وارد شدن. رفتاری است که در تمام دنیا متداول هست، درش توطئه خاصی نیست و به هر حال در دنیای دیپلماتیک امروز مسئله ایست کاملا پذیرفته شده. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا با دکتر رضا تقی‌زاده گفتگو میکنم درباره آنچه که در عرصه روابط ایران و جامعه جهانی میگذرد. تا لحظات پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. آقای دکتر طقی‌زاده، یک خبری هم که منتشر شده، یکی از مسئولان جمهوری اسلامی آقای نوبخت بلافاصله اعلام کرده که 8 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده مسدود شده ایران رو آزاد کرده آمریکا. بعد در داخل ایران این خبر از طرف گروه دیگه تکذیب شده. این روند آزادی دارایی‌های بلوکه شده ایران اولا چقدر هست و بعد به چه شکل هست در پی توافقنامه ژنو؟ اولین ابهام رو رفع بکنیم که دارایی‌های آزاد شده مطلقاً در ارتباط با ادعاهایی که ایران در مورد دارایی‌های مسدود شده متعلق به پیش از انقلاب در آمریکا هست نیست. دارایی‌هایی که ازش یاد میشه حاصل فروش نفت خام ایران به بازارهای بخصوص آسیایی است. بخشی از این در حدود 2 میلیارد دلار مربوط به بدهی‌های شرکت نفتی شل هست که زمینه پرداخت این پول رو به علت محدودیت‌های بانکی نداشته.
اختلاف گفتار بین اونچه که ایران و آمریکا ازش یاد میکنن در حدود 4 میلیارد دلاره. اونچه که آمریکایی‌ها اعلام میکنن 4.2 میلیارد دلار از این دارایی‌هایی که در کشورهای خارجی به خصوص چین، کره، ترکیه و هند مسدود شده و با پول محلی اونها به حساب ایران منظور شده آزاد خواهد شد و ایران اجازه استفاده از این ارقام رو پیدا خواهد کرد. مشکلی که در بررسی و ارزیابی این دارایی ها هست عدم شفاف سازی جمهوری اسلامی در مورد میزان دارایی های بلوکه شده است و همینطور ارزیابی اونها به نرخ ارزهای محلی کشورهای خریدار نفت ایران. بنابراین ممکن است چیزی در حدود 10 میلیارد دلار در این مورد اختلاف حساب در بین کسانی که این رو محاسبه میکنن پیش بیاره. اونچه که فکر میکنن دارایی های مسدود شده ایران هست در حدود 45 میلیارد دلار، معادل 45 میلیارد دلار که ایران عملاً به 10% از این دارایی ها در 6 ماه آینده دسترسی پیدا میکنه، ضمن اینکه امکان صادرات محصولات پتروشیمی رو به ارزش 1.5 میلیارد دلار خواهد داشت. ولی در این حال همچنان ایران به نرخ صادرات 2 سال گذشته همچنان محروم از 45 میلیارد دلار صادرات نفتی خواهد بود. ایران مجموعاً برای بازسازی صنایع نفت و گاز خودش و رسوندن صادرات به حد نیازهایی که ایران برای بازسازی اقتصادش لازم داره به چه سرمایه‌هایی نیاز داره و به چه تکنولوژی نیاز داره؟ آیا این تکنولوژی در خود ایران هست یا نه همچنان نیازمند شرکت‌های خارجی؟ اول به مسئله سرمایه گذاری بپردازیم. ایران در هیچ برهه‌ای قادر به تأمین سرمایه لازم برای بهره برداری حد اکثری از منابع نفتش نبوده. به این علت همیشه متوسل به سرمایه گذارهای خارجی بوده، کشورهایی که حتی پیمانهای موسوم به بیع متقابل رو از ایران میپذیرفتن و به عنوان پیمانکار میامدن و در مقابل هزینه‌ای که میکردن نفت خام تحویل میگرفتن. هنوز همین نفت خام رو بابت پیمانهای گذشته دو شرکت اروپایی از ایران به عنوان بازپرداخت مطالباتشون دریافت میکنن. از لحاظ سرمایه طبیعتاً پس ایران نیازمند به کمک‌های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. برای برگشتن به شرایطی که ایران دو سال پیش در مورد داشتن ظرفیت بالقوه صادرات نفت داشت، حداقل ایران نیازمند 40 تا 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری اضافه است. این فقط مربوط به برگردوندن ایران به وضعیتی است که در طول دو سال گذشته داشت. برای حفظ اون وضعیت ایران سالانه نیازمند 10 تا 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری ثابته و به همین نسبت برای حفظ وضع موجود تولیدات گاز و همینطور برای افزایش تولیدات گاز و بهره برداری از فازهایی که ایران اعلام کرده مشخصات اون رو نیازمند به 10 تا 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری اضافه است، چیزی که بدون کمک سرمایه گذار خارجی تامین نخواهد شد. در مورد تکنولوژی مسئله حتی پیچیده تر از این است. یعنی وقتی ما با یک حوزه نفتی به میدان نفتی بسیار بزرگ نظیر اون چیزی که به عنوان آزادگان ازش یاد میشه برخورد میکنیم که ظرفیت حداکثری اون روزانه 500 میلیون بشکه در روز 500 هزار بشکه در روز است، بدون استفاده از تکنولوژی پیشرفته امکان بهره برداری حداکثری از این میدان ها وجود نداره. چاهای نفتی ایران کهنه هستند، میدان های نفتی ایران به حداقل فشار رسیدن و برای بهره برداری صیانتی یا حداکثر از اونها نیاز به بهره برداری از تکنولوژی خارجی بدون تردید و متاسفانه ایران در وضعیت فعلی از این تکنولوژی محروم. بدین ترتیب راهی جز بهبود و از میون بردن تنش میان ایران و جامعه جهانی وجود نداره، اینطور که شما اشاره میکنید، و این یکی از دلایل قوی قانع شدن رژیم برای چشم پوشیدن از خواسته های امنیتیش، پیگیری بمب اتمی و روی کردن به سازش با جامعه جهانی است. سپاس بسیار. آقای دکتر رضا تقی‌زاده، با امید به اینکه در برنامه های آینده نیز با من و شما عزیزان باشن، با سپاس بسیار. روز و شب شما عزیز. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در نیمه دوم برنامه آقای دکتر مهرداد خانساری، کارشناس امور بین الملل، با من و شما خواهند بود تا لحظاتی دیگر.
بگیریم. تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. جمشید شالنگی هستم از واشنگتن با شما عزیزان. خواهم در ادامه برنامه آقای دکتر مهداد خانساری با منو شما هستن. به ایشون خوش آمد. سلام آقای شالنگی و سلام به تمام همیهنان عزیزمون. آقای خانساری، پی توافق ژنو در عرصه بین المللی با معیارهای دیپلماتیک که شما در این عرصه دارای فعالیت بودید، دارای سابقه، دارای تجربه بیش از 3 دهه، از چه وزنه‌ای برخورداره؟ آیا تونسته بخش بزرگی از اعتماد از دست رفته میون تهران و جامعه جهانی به ویژه غرب رو از میون برداره، این اعتماد از دست رفته رو در واقع بازگردونه و این بی‌اعتمادی رو از میون برداره؟ به نظر من اون چی که میشه گفت این استش که این یک قدم اولی بوده برای اینکه بخواد یک وضعیت ناجوری رو به یک سمتی به اصطلاح هدایت بکنه که در نهایت میتونه به اون چیزی که شما فرمودید منتج بشه. ولی خب الان خیلی زوده اون چی که ما بتونیم بگیم که آیا واقعا این میتونه به اون هدف نهاییش برسه یا نه، چون مشکلات فراوانی پیش پا هست. ولی به طور مسلم دولت جمهوری اسلامی از روی اجبار ناچار شده که یک تغییر جهت کامل در اون دیپلماسی خودش بده و به خصوص در ارتباط با این پرونده هسته‌ای اون مقاصد و اون اهدافی رو که قبلا دنبال می‌کرد رو اجباراً ناچار به تغییر شده و خب در این راستا نیاز داشته که اون زبان دیپلماتیک خودش و نوع برخورد دیپلماتیک خودش رو هم تغییر بده و در این راستا تونسته که گام‌های موثری رو برداره و به نظر من این گام‌های اولش خوب بوده و می‌تونه الزاماً به اون هدف نهایی برسه. ولی خب میگم مراحل خیلی زیاد و سختی در پیشه که به مراتب سخت‌تر از این 3 جلسه است که ما در هفته‌های اخیر در ژنو شاهدش بودیم. خب ببینید، هر دو طرف اظهار بی‌اعتمادی کردن نسبت به هم دیگه. به ویژه در کانون این بی‌اعتمادی واشنگتن هست و تهران، چون کشورهای دیگه غربی مثل آلمان، انگلستان، فرانسه و اون کشور و چین، روسیه، بقیه 5+1 در واقع روابط دوستانه ای هم با هم دارن یا دست کم روابط گسترده اقتصادی با هم دارن. در واشنگتن منتقدان اوباما این نظر یا این حرف رو پیش میکشن که حکومت ایران حکومتی گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی رو به یاد میارن، هزینه هایی که آمریکا متحمل شد از این بابت، از بابت انسانی، و اقدامات جمهوری اسلامی رو در انفجار پایگاه های آمریکایی در بیروت و جاهای دیگه، عوامل جمهوری اسلامی، اقدامات جمهوری اسلامی رو در عراق علیه نیروهای آمریکایی بیاد میارن، مخفی سازی جمهوری اسلامی رو در برنامه اتمیش بیاد میارن و در تهران هم نکاتی رو بیاد میارن که باعث بی‌اعتمادی به واشنگتن هست. در اینجا گفته میشه چطور میشه به این حکومت ایران اعتماد کرد و به سوی بازسازی روابط دوستانه پیش رفت؟ این انتقادها تا چند اندازه پایه منطقی داره یا ببینید روابط آینده ایران و تهران یا مانع هست؟ ببینید تمام این نکاتی که جناب عالی فرمودید اینا همه یه سلسله واقعیاتی است که ما شاهد ناظر همه اینها بودیم. مسئله این بوده که دولت جمهوری اسلامی ایران از روزی که سر کار اومده بر اساس یک سیاستی که محور اون آمریکا ستیزی بوده دست به یک سلسله اقداماتی زده که علیه منافع آمریکا در اقصا نقاط جهان بوده و منافع تشخیص پیشبرد منافع خودش رو هم
در مقابله بودن دائمی با منافع آمریکا در منطقه و در نقاط دیگر دنیا دیده. ولی مسئله این هستش که این رابطه به جایی کشیده نشده. یکی کسی اخیراً در از روزنامه‌های داخلی ایران یه مطلبی نوشته بودن که دولت آمریکا رو به یک دونه به یک حیوان بافلو که از این مثلا گاوهای وحشی آمریکایی هستش تشبیه کرده بود و میگفت که خب شما در برخورد با این حیوان به اصطلاح قدرتمند یا میتونید شاخش رو بگیرید یا میتونید سینه‌ش رو بگیرید. شاخش رو بگیرید با اون به اصطلاح اون حالت‌های تهاجمیش و جنگیش رو به رو هستید، شیرش رو اگه بتونید بهش دستیابی پیدا بکنید میتونید مواد لبنیاتی تولید بکنید که میدونید این به اصطلاح این پنیر موتزارلا معروف ایتالیایی از شیر بافلو میاد. منظور این که نوع برخورد جمهوری اسلامی بوده که در طی این 30 خورده سال این شاخ آمریکا رو سعی کرده بگیره به جای اینکه به طور مثال به سمت دیگری بره. و خب این باعث شده که از خیلی لحاظها برای خودش درگیری و هزار و یک جور مکافات شروع بکنه و بالاخره فهمیدن که این طریق مثلا برخورد به جایی کشیده نمیشه. بعد که شما نگاه میکنید خب میبینید کشورهایی مثل چین، مثل ویتنام، اینها هم بودن که یک نوع دیرینه‌ای بیشباهت یا به مراتب بدتر از اونچه که جمهوری اسلامی با آمریکا داشته رو نداشتن و خب یک سیاست دیگه ای رو انتخاب کردن، یک راه روش دیگه ای رو در پیش گرفتن و چجوری استفاده بردن. امروز اگر این درک به معنای واقعی در جمهوری اسلامی ایران ریشه گرفته باشه که سیاست‌های 35 سال گذشته در عرصه بین‌المللی و این آمریکا ستیزی نفعی برای مردم و ملت ایران و به خصوص خود نظام جمهوری اسلامی نداشته، یعنی شرایطی رو فراهم آورده این سیاست که اینا ناچار شدن حالا نرمش قهرمانانه یا هر استرای دیگه که بخواید به کار بگیرید که مواضع خودشون رو تغییر بدن. خب اگر این باشه خب اون کسانی که منتقد هستن در آمریکا یا هر کجای دیگه زمینه ای ندارن، چون این گونه منتقدین در ارتباط با سیاست به اصطلاح آمریکا و چین، آمریکا با ویتنام اون زمان هم وجود داشتن، ولی خب دیدیم که با مرور زمان روابط به یک فرم دیگری تعریف شد و اون منتقدین هم نقش خودشون رو و اون صدای خودشون رو در این بازی ها از دست دادن. خب یه ضرب المثل عامیانه یا کوچه و بازار داریم که در مورد در افتادن با شاخ گاو که به هر حال در این برنامه نمیتونیم استفاده کنیم، ضرب المثل رو بسیار بینندگان ما میرونیم، میگن با شاخ گاو در نه اندازید خودتون و از این توصیه. آقای خانساری هم مطمئن هستم وقتی که میدونن که از شیر این گاو وحشی چه پنیری ساخته میشه که ضمناً تخصصی هم در امور غذایی دارن آقای خانساری، تنها عرصه بین اینه که از شهرت های بین المللی اون شیر این ضرب المثل هم مرداد میدونید شما مرداد عزیز. بله. اما یک خبرگزاری خاورمیانه یه تفسیری رو منتشر کرده که در اون گفته که این توافق اتمی ژنو در راه رو یک مقدار هموار میکنه برای کنفرانس ژنو 2 که درباره سوریه است در 22 ژانویه قرار برگزار بشه، چون میدونیم حکومت ایران در سوریه هم دستی داره، همونطور که در عراق گفته میشه آقای نوری المالکی فرمانبر حکومت تهران هست. این نظر تا چند اندازه درسته؟ آیا تسهیل میکنه برگزاری کنفرانس ژنو 2 درباره سوریه رو به نتیجه برسه این کنفرانس هم مثبت؟ ببینید برگزاری کنفرانس به اصطلاح ژنو که در ارتباط با سوریه است، برگزاریش یک مسئله است، به نتیجه رسیدنش یک مسئله کاملا متفاوته.
بدون تردید این مذاکراتی که ایران با 5+1 و به ویژه با آمریکا داشته مانعی رو برای به اصطلاح برگزاری اون کنفرانس دوم ژنو به وجود نمیاره، ولی به نظر من با کنار رفتن احمدی نژاد و روی کار آمدن روحانی و اون به اصطلاح اون زبان سیاسی که دولت روحانی از ابتدای روی کار آمدنش به کار گرفت، شرایط برای اینکه ایران به کنفرانس ژنو به عنوان یک میشه گفتش یک بازیکن در اون صحنه، یک بازیکن اصلی در اون صحنه، اون زمینه هموار شده بود. موضوع سوریه ارتباط مستقیم به مذاکرات اتمی نداره، ولی در زمانی که احمدی نژاد سر کار بود و یک راه و روش خاص خودش رو چه در ارتباط با مسئله سوریه، چه در ارتباط با مسئله اتمی و چه در ارتباط با تمام مسئله دیگه، به اصطلاح نحوه برخورد دیپلماتیکش یک جوری بود که اگر مثلا کنفرانس ژنو دو، همین کنفرانس ژنو مربوط به سوریه قرار بود که مثلا در این شرایط منهای این مذاکرات اتمی بخواد برگزار بشه، اصلا کسی به فکر این که بخوان از ایران دعوت بکنن که در اون جلسه شرکت بکنه رو نمی کردن. ولی موقعی که احمدی نژاد رفت کنار، مسجل بود که از دولت ایران به هر حال دعوت صورت میگیره که به عنوان یکی از میشه گفتش که کنندگان اصلی در ارتباط با این موضوع و این معادله در ژنو حضور پیدا بکنه و در این جلسات شرکت بکنه. لذا اینکه این مذاکرات ژنو میان ایران و 5+1 هم به این نحوی که ما دیدیم پیش رفت و خب این رویکرد تازه دیپلماتیک ایران، به نظر من این کمک میکنه که به اصطلاح اون روش بخواد یه خود قوت بیشتر بگیره. چند تا نکته آقای خونساری عزیز. یکی اینکه مثلا در مورد دولت های احمدی نژاد در کنفرانس هایی که دیگه ای مثل مثلا آقای دکتر احمدی نژاد بشر در ژنو برگزار میشد، درسته که مال سازمان ملل متحد است، نه تنها دولت های احمدی نژاد دعوت میشد، بلکه مجال پیدا میکرد آقای لاریجانی و بقیه که یک بار هم هنرپیشه سینما تئاتر آقای داوود رشیدی هم در هیئت ایرانی در اون کنفرانس از وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار تعریف کرد، اونجا دعوت میشد. نه ولی برای کنفرانس ژنو که مربوط به سوریه بود و اون که شرایط برگزاریش بخواد فراهم بشه، اگر دولت احمدی نژاد، یعنی من برمیگردم به 5-6 ماه گذشته موقعی که این کنسپت برگزاری چنین کنفرانسی اول مطرح شد، اینکه از ایران در اون شرایط بخواد دعوت بشه که در کنفرانس شرکت بکنن یه مقدار مشکلات بود. نه اینکه در کنفرانس های مربوط به سازمان ملل از ایران دعوت نمیشد در زمان احمدی نژاد، چرا میشد؟ این حق مسلم ایرانه که دعوت بشه، ولی این یک کنفرانس ویژه‌ای بود که قرار بود به یک دلایلی و با توافق یک عده‌ای صورت بگیره. بله، آمریکایی‌ها در اون زمان سازمان ملل عملا نیست به یک معنی. بله بله دقیقاً. آقای خانساری، صحبت بر سر همین آقای احمدی نژاد شما اشاره میکنید. آقای احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهور، رئیس دولت در نظام ولایت فقیه، سیاستهاش همه مورد تایید آقای خامنه ای. الان آقای احمدی نژاد رفته، زمزمه آوردن ایشون هست به دادگاه و حسن روحانی جانشین احمدی نژاد شده. اساسا سیاست خارجی ایران رو چه کسی تعیین میکنه؟ دولت، ولی فقیه، مجلس شورای اسلامی، هیئت سینه زنان مسجد نارمک، کیهان، یا مثلا گروه های دیگه؟ ببینید همین الان در همین شرایط آقای وحید جلیلی فستیوال فیلم عمار است در تهران، این شعار اصلی فستیوال، تم اصلی فستیوال مرگ بر آمریکاست. بسیج، آقای نقدی کی؟ سپاه پاسداران، مجموعه از همه اینا کی هست؟ خب ببینید، جواب دقیق دادن به این
شاید کار آسونی نباشه، ولی به طور کلی سیاست خارجی ایران رو بدون نظر شخص آقای خامنه‌ای نمیتونه به هر حال یک سلسله سیاست‌هایی پیاده بشن. یعنی مسئولیت نهایی بدون تردید با رهبر جمهوری اسلامیه. مسئله این استش که چه چیزی باعث میشه که رهبر جمهوری اسلامی، همطور که فهمودید، در یک زمان از آقای احمدی نژاد و سیاست‌هایی که او داشته حمایت بکنه و در شرایط فعلی در اصل نقش یک نوع مانعی رو برای اینکه طرفداران اون طیفی که آقای احمدی نژاد با اونها وابستگی زیاد داشت، به اصطلاح مانع از این میشه که اینها بخوان در پیشرفت کار دولت روحانی بتونن یک نقش مهمی رو ایفا بکنن یا یک عامل بازدارنده ای در رسیدن ایران به این توافقی که مثلا در ژنو بهش دسترسی پیدا کرد، چنین نقشی رو ایفا بکنن. مثلا میبینیم که روزنامه کیهان به طور مثال، آقای شریعت مداری به طور دائم با این روند در مخالفت بوده، ولی در عمل دولت روحانی کار خود چه کرده. پاسخ این برمیگرده به اینکه مصالح و منافع حاکمیت برای حفظ قدرت در ایران چیه. اگر پشتشون به دیوار نبود، اگر تمام گزینه‌ها روشون بسته نبود، ممکن بود که این راه و روشی رو که الان انتخاب کردن رو انتخاب نمی‌کردن. اجبار باعث شده که رهبر جمهوری اسلامی تن به یک سلسله مسائلی بده که قبلا لزومی نداشت بده. لزومی نداشت یا اینکه لزومی داشت ولی لجاجتی در کار بود؟ چون برخی از منتقدین این توافقنامه یا سیاست جدید آیت الله خامنه ای در مورد اون چه که نرمش قهرمانانه خونده در مورد برنامه اتمی، حرفشون این هست. حرف شما درسته، یعنی همونطور که میفهمین لجاجت بوده دیگه در گذشته. ناظران بد نیست، برای در جهتی مثبت ارزیابی کردن، بسیاری هم منفی. خب قبلی ها که بهتر بود، آلماتای بود، سعدآباد بود، 8 سال صرف هزینه، 8 سال تحریم‌های بیشتر، 8 سال، 8 سال فشارهای بیشتر و بینندگان ما به مراتب بهتر میدونن. چرا اون سیاست رو حمایت کرده؟ بنابراین همه این انتقاده به آیت الله خامنه‌ای برمیگرده و نه آقای احمدی نژاد. به طور مسلم مسئول سیاست هایی که در جمهوری اسلامی اعمال میشه و مسئول کارنامه سیاسی جمهوری اسلامی همیشه اون کسی است که رئیس کل و رئیس کلم آقای خامنه‌ای بوده. اگر دستاوردی بوده کردیت رو اون میگیره، اگر مشکلاتی بوده پاسخش رو اون باید به جامعه ایران بده. اینکه در 10 سال شما حسابشو بکنید، در 10 سال گذشته سر این پرونده هسته‌ای چه آسیبی به ملت ما وارد شد، چه مخارجی رو مردم ما متحمل شدن و چقدر به انزوای ما در عرصه بین المللی در ظرف این 10 سال اضافه شد به خاطر سیاستی که به راحتی این دستاوردی که در ژنو صورت گرفت، این به راحتی میتونست 10 سال پیش آید مملکت ما بشه. یعنی همون موقعی که آقای حسن روحانی خودش رئیس شورای امنیت ملی بود و رئیس هیئت مذاکره کننده نیست؟ نه، تردیدی در این نیست که 10 سال سرمایه، وقت و میشه گفتش که واقعا دارایی مملکت ما از بین رفت برای یک پروژه‌ای که کوچکترین استفاده‌ای برای مملکت و آینده ما نداره و امروز هم ما ناچار شدیم اجباراً شرایطی رو با زور بپذیریم که قبلا میتونستیم بدون زور، بدون این صدمات متقبل بشیم و یک فرم دیگه‌ای مسائل خودمون رو به پیش ببریم. همینطور برمیگرده به مسئله سیاست به اصطلاح اون رابطه‌ای که دو جانبه‌ای که بین ما و آمریکا هست. امروز
دولت روحانی بعد از یعنی بین جمهوری اسلامی و آمریکا منظور بین جمهوری اسلامی معذرت میخوام تمنا میگم نه من میخواستم بین جمهوری اسلامی و آمریکا مثلا شما نگاه بکنید بعد از 35 سال شعار مرگ بر آمریکا امروز مثلا بحث به جایی در درون ایران کشیده شده که این گروه هایی که از صحنه به دورن ولی فقط میتونن جنجال بکنن و جیغ و ویغ بکنن. آخه فقط آقای خانسالیم شما مطمئن هستین که از صحنه به دور هستن یا اینکه واقعا دستی در صحنه دار نقشی در صحنه؟ ببینید گروهی که میتونه بره جلوی سفارت انگلیس و اقداماتی بکنه که نتیجهش به هر حال قطع روابط یا پایین آوردن روابط از در سطح این رو واقعا یه گروه های غیر وابسته به نهادهای قدرت میدونید شما سر از خود میدونید سر خود میدونید نه اینا غیر وابسته به اصطلاح به قدرت نبودن در زمانی که اون اقدام رو کردن ولی امروز میبینیم موقعی که فرض کنیم یک عده میان برای نام شعار مرگ بر آمریکا جایزه تعیین میکنن ولی در آن واحد رئیس جمهور اسلامی هم یه مکالمه تلفنی با رئیس جمهور آمریکا داره. ببینید در نهایت شما اشاره کردید به عوامل تندرو در آمریکا. شما خیلی از کانال‌های تلویزیونی آمریکا رو که روشن بکنید منتقدین آقای اوباما رو می‌بینین که میان و از این سیاستی که از این اقداماتی که در این هفته گذشته صورت گرفته انتقاد می‌کنن این رو علیه منافع آمریکا قلمداد می‌کنن و و و ولی در نهایت مسئولیت دولت آمریکا و کشور آمریکا با دولتشه که آقای اوباما رئیس جمهورشه و اونه که سیاست رو تعیین می‌کنه. آقای احمدی نژاد با آقای اوباما مکالمه تلفنی نداشت ولی آقای روحانی در قبال تمام این مسائلی که ما بهش اشاره کردیم بالاخره یک روش کاملا مخالفی رو در پیش گرفت که علیه تمام شعارهایی است که دولت‌های متفاوت در ظرف این 34 سال داده بودند. این نشون میده که به هر حال در شرایطی که ما امروز هستیم اون عوامل تندرویی که در ایران وجود دارن و دارای نفوذ هم هستن ولی به هر حال اونها در دولت نیستن و نقش دولت رو نمیتونن ایفا بکنن. این خودش یک گام میشه گفتش که یک گام متفاوتی، حالا من نمیخوام بگم گام مثبتیه چون باید ببینیم آخرش به کجا میکشه ولی این یک گامی است که قبلا نبوده، باید این رو این در نظر گرفت. فرضیه این نظر که میفرمایید قابل توجه، اما آیا به هر حال این سیاست خارجیه در خود دولت تعیین میشه یا اینکه نه همونطور که اشاره کردید باز از بیت رهبری خواهد اومد و بیت رهبری نیز اونطور که میگن تحت نفوذ جناهای مختلفی هست، بازار، سپاه، بسیج، روحانیتی که از این وضعیت سود میبره، روحانیتی که علاوه بر سود بردن ضوابطی داره مثل آیت الله مکارم شیرازی که همچنان داره میگه فیسبوک رو نباید باز کرد یا رفع فیلتر کرد و و و این سیاست خارجی من میخوام ببینم منشه هستیش، یعنی خود دولت هست یا همچنان بیت رهبری؟ و بیت رهبری هم اشاره کردیم، من فکر میکنم که منشهش در درجه اول بیت رهبری خود رهبره و عاملی که رهبر رو متقاعد میکنه که به اصطلاح اون گزینه این گزینه رو انتخاب بکنه یا از میان گزینه های مختلف این روش جدید رو انتخاب بکنه، مسئله برمیگرده البته تمام اون نیروهایی که در درون ایران به هر حال به نوعی نقش خودشون رو ایفا میکنن همه اینها به سر جای خودش، ولی اون چی که برای بیت رهبری مهمه تداوم حکومت جمهوری اسلامیه و اینکه چه سیاستهایی میتونه اون رو به مخاطره بیاندازه باعث نابودیش بشه و چه سیاستهایی میتونه اون ضربه رو کم بکنه و در اصل اون ضرب فشارهای مختلف رو از ایران و از این حکومت بگیره. اگر اون رو حس نمی کردن بدون تردید این راه و روش رو در پیش نمی گرفتن. اگر مثلا از خط قرمز هسته‌ای فراتر می رفتن بدون تردید امکان درگیری نظامی می تونست باشه، عواقب درگیری نظامی برای اینا غیر قابل پیش بینیه. اگر
هیچ کاری نکنن، بخوان همین وضعیت موجود 10 ساله رو ادامه بدن. ورود تحریم های اضافی و جدید شرایطی فراهم میکنه که فروپاشی اقتصادی جدیت بیشتر پیدا میکنه، فروپاشی اقتصادی منجر به فروپاشی اجتماعی میشه، فروپاشی اجتماعی هم میتونه فروپاشی سیاسی منتج بشه، چیزی که اینا نمیخوان. پس همه اینها دست به دست هم میدن که برای حفظ موجودیت خودشون و به اصطلاح نظامشون راهی جز این که بخوان از این طریق وارد ماجرا بشن براشون باقی نمونده. گفتگو میکنیم با آقای دکتر مهرداد خانساری، کارشناس امور بین الملل در لندن، در استودیوی ایران فردا در لندن هستند. تا لحظاتی دیگه. آقای خانساری عزیز، آیا توافقنامه ژنو بین ایران و طرفهای دیگه 5 به اضافه تونسته مقدار قابل توجهی از نگرانی کشورهای جنوب خلیج فارس رو در مورد برنامه اتمی ایران کاهش بده و همینطور نگرانی مشترک اسرائیل با کشورهای عرب منطقه رو از این بابت؟ خب به عقیده من قاعدتاً این که ایران، یعنی یه چیزی که الان مشخصه و اون این هستش که اگر این توافق نامه موقتی که زمینه ساز برای رسیدن به یک توافق کلان یا جامع‌تری هستش، زمینه رو برای اون هموار کرده، اگر اون ما به اون توافق نهایی در ظرف 6-7 ماه آینده برسیم، اون چی که مسلمه این هستش که دولت جمهوری اسلامی قادر به داشتن سلاح‌های هسته‌ای نخواهد بود. اگر ایران به اون هدف، یعنی دولت جمهوری اسلامی نتونه به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا بکنه، خب این باعث رضایت خاطر هم اسرائیل و هم کشورهای منطقه خلیج فارس، عربی خلیج فارس، که از اینکه ایران تبدیل به یک قدرت اتمی نظامی بشه همیشه بیمناک و در حراس بودن. ولی که بعد این کشورها مسائل فقط به دید اینها از ایران و نگرانی های اینها از ایران فقط در این پرونده هسته‌ای و مسائل مربوط به اون حل و فصل نمیشه. اونها مشکلات دیگری با ایران دارن، فکر میکنن بعضی هاشون، به خصوص بعضی از کشورهای عربی خلیج فارس، که در اثر این که در اگر ایران و آمریکا به طور مثال و 5+1 در اثر این مذاکراتی که در پیش هست بتونن با هم یک رابطه کاری بهتری پیدا بکنن و بتونن زبون دیپلماتیک بهتری رو با هم به کار بگیرن، که این تغییر وضعیت میتونه دارای عواقبی باشه که در دراز مدت به ضرر دیپلماسی اونها تموم بشه و وضع اونها رو به نوعی از این وضعی که الان دارن بدتر بکنه و واکنشایی هم که نشون میدن بیشتر ناشی از این نوع مسائله. چون مشکلات اونها با ایران فقط همونطور که عرض کردم مسئله هسته‌ای نیستشون، ما هزار و یک جور گرفتاری با غرب و کشورهای منطقه از لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان گرفته تا جهان اسلام و مسئله تروریسم و غیره داریم. این است که همه اینها پرونده های مجزایی برای خودشون دارن که هیچ کدوم اهمیتش برای کسانی که باهاش روبرو هستن از اهمیت پرونده هسته‌ای کمتر نیست. خب در این مورد بسیار معتقد هستن که سیاست آمریکا در منطقه باعث شده که دست چین و روسیه بازتر بشه، یعنی عدم کارایی سیاست آمریکا. کمتر از یک دقیقه وقت داریم. خب بدونید من نمیدونم که به طور مسلم، خب دست روسیه توی سوریه بیشتر باز شده، ولی اینکه دست چین و روسیه اون هم در معادلات سیاسی
بگذاریم از مسئله سوریه تا چه اندازه در بقیه نقاط باز شده، این به نظر من قابل بحثه. فعلا آمریکا وضعش اونجوری در خطرناکی است. امیدواریم در برنامه‌های آینده در این زمینه به این موضوع حتما بپردازیم. خیلی متشکرم از شما. مایل هستید آقای خانسالی در برنامه دیگه بپردازیم به این موضوع که بسیار مهمه؟ ما جناب چلنگی همیشه از دیدن جناب عالی خوشحالیم. این است که این فرصت برای بنده همیشه غنیمته. خیلی متشکرم. این نظر لطف شما هست و من مطمئن هستم که بینندگان ما از دیدن شما در برنامه تفسیر خبر خوشحال خواهند. مرسی. سپاس بسیار داریم آقای دکتر مهداد خانساری عزیز، با سپاس بسیار و با پوزش از بابت زنگ تلفن در طول برنامه‌ای که ما با شما عزیزان بودیم. کسی غریبی نبود بعد که من در میون برنامه چک کردم، آقای جمال بزرگزاده بین خود ما و بینندگان شخص غریبی نیست. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و اسماری و رامانات و کوهساران دراک در فارس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.